بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کنم به دانش آموزه عزیزم. بریم سری سراغ تستا. جلسه دهمه کارگاهمون، تستا درجه یک با هم تحلیل کنیم. کدام موارد عبارت مقابل را به نادرستی کامل میکنن؟ گفتم چیکار کنید بچه‌ها؟ گفتم سری دور این خط بکش، بولد چه برات بدونی. الان تو این تست ما غلطا رو میخوایم، نادرستا رو میخوایم. بچه ها من چند تا از اینا رو بردارم بزنم جملمو غلط میکنه. بیا اونا رو با هم پیدا بکنیم، گزینه‌ها رو تحلیل کنیم، تستو بزنیم و بریم. جملمون چیه؟ لایه اول پوست کیو میگه اپیدرم، لایه دوم پوست این کیه؟ درم. بیا اینجا یه کاری بهت میگم، حتما این کارو انجام بده. تو تستا، تو خونه داری تست میزنی، روز آزمونه، روز کنکورت، هر جا یادت باش اگه طراح داره از این بحث برای تست در میاره، ببین طراح اگه رو بازی کنه بگه اپیدرم درم، خب تست سبک، مگه اینکه مثلا چطور نکته قشنگ توش گذاشته باشه. ولی غالب کار اینه، نمیان رو بگن، درم و اپیدرم با آدرس بهت میگن، بیرونی درونی، لایه اول لایه دو، اونی که ازش چرم میگیرن صد غیره، مثلا از این واژه اشکالی نداره، فدا سرت، داره با کد باز سوال میکنه، اشکالی نداره، کدشو کامل بخون، بگو خب ببین این کارو حتما بکنی، زمانی ازت نمیگیره، خط بزن بگو آقا تا اینجا روزه که داشتی میکنی آدرس اپیدرم، بنویس بالاش اپیدرم، آدرس اپیدرمو میگی، حالا از برای اپیدرم چی میخوای بهم بگی؟ تا اینجا روزه درمو خوندی، خط بزن براش بنویس درم، درم میخوای چی بهم بگی؟ این کارو بکنی. ببین الان مثلا اینجا لایه اول خط بزن بنویس اپیدرم، لایه دوم داره میگه خب منظورت درمه، مثلا این که میگم بعضی وقتا میگم آقا تایمه، تایم نمیبره که، بنویس. ولی خوبیش اینه، بولد چه برات که بزرگوار اولت الان شد اپیدرم، بزرگوار دوم درم. آقا مگه بزرگوار اول دومش مهمه تو این تست؟ آره، مگه نمیبینی تیپ تستت مقایسه توره؟ روش تستیه مقایسه دیگه، حرفه‌ای شده دیگه، انقدر با هم زدیم. چه جوری بود؟ گفتم بزرگوار اولی که شناختی، حالا مقایسه ای این باید با این جمله صدق بکنه. اگه صدق نکرد که جمله غلطه، پس به درد من میخوره، من چون تو این تست جمله غلطه. حالا اگه این بزرگوار با این جمله میخون، میرم حالا خودمو درگیر مقایسهش میکنم. مقایسهش چه جوری بود؟ گفتم بزرگوار دوم اگر این جمله برای اینم صدق بکنه، بخوای جمله درست بشه، باید بگه همانه. اگه این ویژگی با این صدق نمیکرد، میخوای جمله درست بشه، باید بگه برخلاف. و بازم تاکید یادت بمونه، تو این تست ما دنبال جمله درست نیستیم، ما دنبال غلطاییم. حالا اپیدرم بزرگوار اول من شناختمش، میگیرم دستم، میام سراغ این جمله باش چک بکنم. بچه اپیدرم در سطح خودش داره بهت آدرس میده ها، اپیدرم در سطح خود با لایه غیر زنده در تماسه. آقا اپیدرم در سطح، آره آقا لایه شاخی بنده خود. خب حالا برم درگیر مقایسه بشم، داره میگه همانند، پس یعنی این ویژگی برای اینم باید بخون. بچه درم چی؟ درم در سطح خودش با لایه غیر زنده در تماسه. آقا درم، آره پس گفته همانند، جمله کاملا درسته، به درد من نمیخوره. آقا درم در سطح خودش با لایه غیر زنده، آره قشای پایه. من اینو یادتون بمونه بچه، آدرس قشای پایه خیلی مهمه، بمونه تو ذهنت. ببین بر ببین اپیدرم و درم این وسطش بنده خود قشای پایه است. حالا آدرس قشای پایه زیر اپیدرم، روی درم، ببین بر روی سطح درم، اینجوری بهت بگه. حالا از این برم میتونه بگه خود قشای پایه رو بهت بگه، به خود قشای پایه بالاتر از درمه قراره، پایین تر از این واژه ها دیگه، مسخره بازی خودتون. جاشو یادت باشه، اپیدرم قشای پایه درم، اینو یادت بمونه. حالا بله قشای پایه بچه میدونی لایه غیر زنده، چون میدونی پروتئین گلیکوپروتئین زنده نیست که، یاخته نداره که، لایه غیر زنده. پس درم هم در سطح خودش با لایه غیر زنده، همین قشای پایه در تماس. جمله درسته ولی به درد ما نمیخوره، ما غلطا رو میخوریم. بچه اپیدرم حاوی یاختای مرده است در سطح خودش، در سطح خودش، اپیدرم در سطح خودش یاختای مرده داره. آره آقا این بنده خود لایه شاخی بهتون گفتم سلاش مرده است. بریم مقایسه. گفته برخلاف، یعنی این اگه این ویژگی رو نداشت، چون گفته برخلاف پس جمله درسته دیگه. ببینیم این اینو نداره. بچه درم حاوی یاختای مرده در سطح خودش نیست. آقا درم در سطح خودش یاخته مرده نه نداره، گفته برخلاف، پس دمت گرم این جمله درسته ولی باز به درد من نمیخوره. آقا این گو در سطح، اینم گو در سطح، این گو مرده، این گو غیر زنده، ولی خب یکی هم دیگه، چجوری اینو قبول کردی؟ این داره میگه لایه، این داره میگه یاخته. بچه ها حواستون باشه، خیلی مهمه. ببین برای درم میتونه بگه درم در سطح خودش با لایه غیر زنده در تماس، ولی نمیتونه بگه در سطح خودش با یاخته ای غیر زنده. این خیلی، ببین این لایه لایه است، ببین قشای پایه لایه است، پروتئین غیر پروتئینی، ولی یاخته نداره. نگه یاخته های غیر، اینجوری صحبت بده بکن، قشای پایه یاخته
نیست. پروتئین گلیکوپروتئین میتونیم بگیم غیر زنده، ولی نمیتونیم بگیم یاخته. اینو مواظب باشید. پس این جمله هم درست به درد من نمیخوره. اپیدرمه در هیچ شک، این همه چه خیلی مهمه، هیچ شک از ایناست که از ریشه میزنه. هیچ یه استثنا رو کن بگو اینها چی میگه هیچ. برای همین از این واژه‌های خوبیه که استثنا گوشه جیبت داشته باشی راحت تستو تحلیل میکنی. اپیدرمه در هیچ شک از مجاری تنفسی وجود ندارد. استثنا دارم بینی. بینی دهم پارسال با هم صحبت میکردیم یادته؟ پارسال که نه، پیار چقدر زود گذشته، 20 سال پیار سال با هم صحبت میکردیم یادته؟ گفتم بینی بخشای ابتدایی بینی، یادتونه؟ گفتم پوست داره، بخشای ابتدایی بینی پوست داره. پوستم دیگه میدونین هم درم هم اپیدرم. بار چی میگه در هیچ یک از مجاری بینی هم جزء مجاری تنفسیه، پس من در بخشای ابتدایی بینی هم درم و هم اپیدرم میتونم ببینم. چرا میگه اپیدرم وجود نداره؟ پس این جمله غلطه و به درد من میخوره، چون من غلط ها رو میخواستم. پس باید تو گزینه من جیم باشه. یک میگه فقط الف جیمو نداره پس به درد من نمیخوره. دو میگه به او دار جیمو نداره به درد من نمیخوره. سه جیمو داره ولی خب دالم گشته کنارش، باید دالو تحلیل کنم تو بگیم غلطه یا نه. اینم گفته فقط جیم، پس دوتاش هست شد. این دوتا میمونه تا اینو تحلیل کنم جواب نهاییمونو بدیم. بچا اپیدرم عملا صد دی محکم بقیه. این اصلا کد کیه؟ این از همون موقعم که داشتم براتون این گفتار تدریس میکردم بهتون گفتم کد باقلوای برای درمه چرمه، و این از این کدای باقلوایی که تابلو داره خودشو نشون میده که این برای درمه نه اپیدرم. پس اینم غلطه و به درد من میخوره، جواب میشه گزینه سوم. بریم تست بعدی. تست دو، سطح درونی. بیا ببین سطح درونی بوس، بازم از این لفاظی اشکال نداره، داره کد میده همون کارو. سطح درونی خط بکش بریم در، بیرونی خط بکش بریم اپیده بالاش بریم. حالا اینجا چه جا خالی میخوایم درست پر بکنیم. اینم تیپ تست مقایسه است. بزرگوار اولت کی شد اینجا؟ در. میریم جمله رو با درم چک میکنیم. اگر جمله درست نبود صدق نمیکنه، اصلا مقایسه شو کاری نداره، رد میشیم میریم گزینه بعدی. بچه درم حاوی بسیار از گیرنده‌های حواس پیکریه. حالا برم سراغ مقایسش. همانند سطح بیرونی یعنی که همانند اپیدرمه. این وقتی میگه همانند، این جمله برای اینم باید صدق بکنه. بچه ها اپیدرم هم حاوی بسیاری از گیرنده حواس پیکری. نه آقا بنده خدا 2000 گیرنده درد داره. بسیاری چیه؟ نکته مهمش هم بچه همینو جمله دو سمتی با هم صحبت میکردیم بهتون گفتم برای اپیدرم اینو یادتون باشه، ما در اپیدرم فقط گیرنده درد میبینیم، ولی فقط گیرنده درد در اپیدرم نیستا. یادتون باشه ببین بیشتر اغلب گیرنده‌های درد تو اپیدرم قبول، ولی یه برخی یه بعضی تو درم هم هست. ولی نکته قشنگش این بود، پس یادتون باشه ما در اپیدرم گیرنده میبینیم بله فقط، ولی درد، ولی فقط گیرنده‌های درد فقط این نیست که تو اپیدرم باشه، تو درم هم تو میتونی یه برخی بعضیشو ببین. ولی بنده خدا میگه بسیار از گیرنده، نه بابا 2000 گیرنده درد برای خودش داره، بسیار از گیرنده حواس پیکری. غلطه، برای اپیدرم نمیخونه. غلط این جمله به درد من نمیخوره، چون میخوام جاخالمو درست پر بکنم. بچا درم حاوی لایه محکم و با دوامی برای جلوگیری از ورود میکروب، بله کاملا روزه‌ای که داره میکنه. به خاطر چی این داستانش محکم و با دوام ممانعت بکنه فلان اینا؟ بافت پیوندی رشته متراکم درم. حالا بریم مقایسش. برخلاف سطح بیرونی یعنی برخلاف اپیدرم، کاملا این برخلاف گفته درسته. چرا؟ چون این با این نمیخونه، باید بگه برخلاف. جمله درسته و جواب گزینه دو میشه بله، چون بچه‌ها میدونن اپیدرم بنده خدا بافت پوششی، این داستانی که لای محکم با آدم روزه که داره جلوگیری فلان، بافت پیوند روزه که برای بافت پیوند متراکم رشته‌های کلاژن الاستیکی، یادتونه با هم شکلش هم تحلیل می‌کرد، اون خود بافت پوششی، این روزه برای اون نیست. اما سری نمیریم تست بعد، جواب پیدا کردی دمت گرم، ولی بازم تاکید دو تا گزینه دیگه هم چک بکن، خاطرت که جمع شد حالا برو پاسخنامه‌تو پر کن. شد درمه حاوی لایه یاخته با فضا به نیاخته کم. انقدر دیگه این کد تو این کارگاه تست با هم زدیم رفتیم، کامل الان میدونید کیو داره میگه. با فضا به نیاخته کم کیو داره میگه؟ آوافته پوششی. دمت گرم، گرفتی کیو میگه؟ جونم به این جمله، دوست دارم این جمله رو. حتما بچه‌ها این جمله رو الان برای خود کات کن تو جزوهات و این تحلیلی هم که میگم برای خود داشته باش. خیلی جمله خوبه، بیا هم صحبت کن. یه سوال ازه. آقا اشکالی که نداره، چه جور سوالی؟ منم سوال دارم ازه. تو درم بافت پوششی داریم؟ سواله دیگه، جواب بده اینو به من. تو درم بافت پوششی داریم؟ بله آقا، دمت گرم که گفتی بله. آره بافت پوششی داریم. آقا تو درم، درم که گفتیم بافت پیوندی موتور باشه، تو مگه تو درم رگ نداری؟ بابا دهم با هم صحبت میکردیم رگا رو یادته؟ گفتیم موی رگ، یه بار مرور کنم برات. موی رگ گفتیم یه سنگ پوشی تگلاسی قشای پای دورش. رگ هم که میبینیم با هم صحبت میکردیم، اون رگ ها سخرگ و سیارگ یادتون هست؟ گفتیم آقا سلایه‌ای ان،
یه لایش بافت پوششیه بود یادته. حالا اصلا قدای برونریز یادتونه قدرت با هم صحبت میکردیم، اونم تو دهم هم گفتیم بافت پوششی قدهیه، اصلا همین قده عرقه که در درمه که بتونم گفتم بافت پوششی همین مکعبی هایی برای خودتون. حالا مثلا بچه هایی که خیلی ریز دوست دارن تو این بحث همین گفتم اولمپیاد اینا بدونم، وگرنه این که ازت بپرسه چه نوعیه بعید استفاده کنم، ولی خیلی مهمه ها بدونی قده عرقه بافت پوشش، این خیلی مهمه. ولی حالا اینو میخوام بگم، مگه قبول نداری تو درم رگ داری قده برونریز داری؟ پس به واسطه اینا حاوی بافت پوششی هست. ببین چی میخوام بگم، اگر اینو حذف کنیم بریم مثل بافتی، بگه درم حاوی بافتی با فضای بنیاخته کمی باشد، میگم درسته حاویش هست. به خاطر چی؟ به واسطه این رگهاش، به واسطه قده برونریز حاوی بافت پوششی هست. ولی اینجا رو جون میگم جونم به اینجا بره، اینجا رو داری لایه های یاخته ای. آقا این یعنی چی؟ یعنی میگه بافت پوششی که لایه هاییه، یعنی چند لایه است. حالا اینجا بحث عوض شد، تو درم میتونی بافت پوششی به واسطه این بزرگوار رو ببینی، ولی دیگه چند لایه نیست. آقا چرا؟ بابا رگه دهم صحبت میکردیم گفتیم رگه این بافت پوششی هم سه لایه است، گفتم یه لایش بافت پوششی، این بافت پوششی چیه؟ سنگ فرشیه، تک لایه است، تک لایه است. این چرا داره میگی چند لایه؟ داره چرا میگی لایه های؟ برای همین خیلی دوست دارم این جمله رو. ولی یادتون باشه بچه‌ها این الان با این نمیخوره، برای همین درگیر مقایسهش نمیشه. درم بافت پوششی چند لایه داشته نمیشه، غلطه به درد من نمیخوره. گزینه آخرام بررسی کنیم، درم روی لایه پروتئینی و هیدراتی کم. اینم که دیگه بچه انقدر تو دیگه تو تستا مطمئنا تو خونه خودت زیاد دیدی و تو کارگاه هم که زیاد با هم زدیم دیگه، این کیه لایه پروتئینی و هیدراتی قشه پایه داره میگه دیگه. بچه درم روی قشه پایه قرار گرفته، درم روی اینی که روی قشه پایه قرار گرفته، گفتم شکل همین الان گفتم جاش مهمه، میبینی اپیدرم است که روی این قرار گرفته، اتفاقا درم زیر این قرار گرفته، یعنی این روی این درم قرار، خود قشای پای روی این قرار. نه که این روی نشسته باشه. پس اینم اصلا با این نمیخواد درگیر مقایسهش نمیشیم، غلطه. الان نگاه کن، مثلا فرض کن این تست اومده تو کنکور، مثلا اینجوری خیال راحت میگه خب به به جونم به این گزینه دو میزنی میری. بریم تست بعدی، تست 3 در مورد اپیدرم چند مورد از این نادرست میشه. ببین رو بازی کرد دیگه اپیدرمو. به یه نکته هم بگم ها، این هم خوبه حالا چون امروز ده تسته ایم جا داره که یکم با هم صحبت بکنیم. تست چون ببینیم میگه چون مورد شماریه دیگه، تست های مورد شماریه طراح تو امروز کنه آدمه دیگه، اون بنده خدا هم درک داره که آه دانش آموز بنده خدا 50 تا تست زیست میخوایی بهش بدی، مثلا امسال گفتم 6 تا مورد شماری داشت، این که مثلا تو همین مورد شماری هم بخوای تو صورت تستم اذیتش بکنی دیگه خیلی تایم میبره، دیگه خیلی نامردی میشه. برام یه نکته باحال بهتون بگم، الان اینجا مثلا اومده گفته اپیدرم رو بازی کرده. آقا اگه با کد بازی میکرد، با آدرس بازی میکرد، تو صورت تستش هم مثلا میگفت در مورد یه روزه میخون این چند مورد زیر نادرست است، خودش این میخواد صورت تست اذیت کنه، بعد میخواد بری تو گزینه هم بشماری غلطش رو پیدا کنی فلان. اتفاقا یه خبر خوش بهت بدم، پارسال کارگاه هم بهتون نشون دادم، پارسال هم گفتم اینو تو کارگاه، گفتم بچه ها اتفاقا تیپ تست های مورد شماری اینو بدونید، تیپ تست های مورد شماری اگه دیدید تو صورت سوال داره اذیت میکنه، یه کر میریزه دیگه، خودمونی بگم طراحی کم داره شیطنت میکنه، حال کن. میدونین چرا؟ چون میخواد تو صورت سوال یکم تو رو به چالش بکشه، پس معلومه گزینه آبکی گذاشته، تو فقط دستشو بخونی کیو میگه دیگه، این گزینه‌هاش مجلسی و اصلا از ایناست که از متن کتاب برداشته گذاشته، از این سبکاست. برای امتزا حال کن. ولی اینا اگه اینجوری میکنه رو بازی میکنه در مورد اپیدم چند مورد غلطه، این حالا یعنی نه اینم ترس نداره، اینم سبک میزنیم میریم، بخوای معلومه که تو گزینه‌هاش میخواد یکم اذیت کن، اذیت که سبکه دیگه، حالا این زیاد زده باشین راحت میزنه میریم. حیف آتیپ تسای مورد چون 6 تا هم داشت، اینقدر تسلط داشته باش روز کنکور 6 تا شام، اگه برای شما هم 6 تا اومد بزنین راحت بریم، فقط دور این خط میکشیم غلطا رو بشماریم، بی بشماریم در مورد کی اپیدم. الف رشته کلاژن و کیسان وایس اپیدرم چی بود؟ بافت پوشش. این روزه که تو داری میکنه تو درم است که بافت پیوند داره. غلط بیا غلط ها رو بشمارم بگید. لایه مرده آن روی قشای پایه قرار دارد، به اینم غلطه. لایه مردهش کیه؟ لایه شاخی. لایه شاخی سطحی ترین است. روی قشای پایه بچا این پایین ببینید دیگه سنگکاری چند لایه است. این لایه ها زندن، ببین این بنده خدا قشای پایه. لایه های زنده 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 رفته روش، اون بیرونی ترین لایه شاخی مرده است. تو چرا داری میگی لایه مرده روی قشای پایه؟ نه اینم غلط، اینم شد دوت. جیم میکروبای چسبیده به لایه‌های متعددان همراه با ریختن،
این هم ببین گرمش تو اینجاست، طرا شیطانتش اینجاست، میکروب چسبیده با ریختن و بدن دور میشن قبوله، ولی به سطحی ترین لایش چسبیدن و با ریختن فلان، نه لایه متعدد زیری میری مثلا فلان، این هم غلطه. سه تا غلط، چهارمیش هم بررسی کنیم. دال میگه در سطح خارجی اون انواع میکروب زندگی میکنند. خب اینم راست میگه، انواع میکروب در سطح بیرون شناسان چه بیماریزا چه غیر بیماریزا، کاملا اینم درسته. و همون سه تاش غلط بود، چون غلط ها رو خواسته بودم جواب میشه گزینه یک به همین راحتی. اتفاقا بچه ها من همیشه اینو به دانش آموزای خودم هم میگم، من خودم شخصا دانش آموزایی که میبینم تستای مورد شماره گزینه یاب، چون گفتم 26 تا ما گزینه یاب میشه، این دو تا رو خیلی مسلطن خیلی خوب میزن، این نشون میده که به معنای واقعی کلمه انشالله شما همین غالبا به معنای واقعی کلمه این آدم ازش انتظار میره درصد بالایی تو کنکور داشته باشه. یعنی وقتی اینا رو دیگه حرفه‌ای دیگه اونا که سبکه دیگه، جا خالی و مخیل. 4 قسمتی از پوست که دارای جای خالی میباشه در جای خالی. اینم یکم میخواد مثلا قسمتی از پوست که آدرس میدی یه جمله، چون جا خالی من میخوام درست پر بکنیم ما، یکیشو با آدرس داره میگه در تو اون یه جمله بگی. قسمتی از پوست که دارای بافت پیوندی سست میباشد. به به شکل با هم تحلیل میکنیم، کیه این آقا؟ چرا میگه بافت پیوندی سوس؟ با بافت پیوندی رشته یکی میگو، من میگفتم ده بافت پیوندی سوس از کجا بداش آورد؟ حواسو یادت نی؟ با هم صحبت میکردیم. گیرنده ها رو یادت نی؟ گیرنده هایی که در درم داشتی، که پوشش داشت، که پوششه بافت پیوندی سوس بود. پس کیو داره میگه؟ کدوم قسمت پوسته که داره بافت پیوندی سوس؟ درمو میگه، به واسطه اون گیرنده هایی که پوشش رو دارن. اونجا با هم تحلیل میکردی، گرفتی درمه، پس کد درم بود. خب حالا در مورد درم میخواین چی به من بگی؟ در تولید چند استفاده میشود؟ بله ببین فقط اذیت کار تو این بوده، تو شناختی درم، این که دیگه سباک بود، گفتم باقلوای براده درست هم پاسی جواب گزینه یک. گزینه‌های دیگه هم چک میکنی. قسمتی از پوست که دارای گیرنده های حسی پوشش دار و بدون پوشش. بچه کدوم قسمتش در اپیدرم آیا گیرنده داریم؟ بله، ولی فقط گیرنده درد که میشه، یعنی فقط گیرنده بدون پوشش. جایی که تو هم پوشش دار داری هم بدون پوشش درم است. پس اینم باز کد درمو داد. حالا در مورد درم این میگه در ساختار خود دارای لایه مرده یافته. نه، این داستانی که میگی در ساختش تو در سطح بیرونش مثلا از این روزا بکنی برای اپیدرم، تو این کدی که دادی برای درم، پس این جمله غلط. بریم گزینه 3. قسمتی از پوست که دارای لایه‌های روی قشای پا. این کیو داره میگه؟ اولا قسمتی پوست که روی قشای پاست، تازه لایه‌های اپیدرم داره میگه. خب در دفع میکروب نقشی ندارد. چرا؟ در دفع میکروب به واسطه اون بزرگ سطحی ترینه بود، بهتون گفتم با ریختنش اینا رو دور میکنه. چرا میگه نقشی نداره؟ اینم پس غلطه. ببین اینجوری هضم میکنه چه خودت خیالت راحت داره. گزینه 1 جواب پیدا کردی، قسمم میخورم، یا قسم از این درسته، باشه اینا رو راحت هضم کن، آرامش خاطر. قسمتی از پوست که داره سطح بیرونی با ماده چرب. این کدوم قسمته؟ سطح بیرونش با ماده درم که نیست، سطح بیرونش چرب باشه، کیه؟ اپیدرم است، در سطح بیرونش چرب داره. خب اپیدرم شناخته میشه. در ایجاد آن بافت پیوندی رشته ای نقش دارد. چقدر مضحک. اصلا تو آقا من سوال دارم ازت، اپیدرم جزش بافت پوش تو ساختن اصلا توش که تو ساختارش که بافت پیوندی رشته اینو نداری. این اصلا این جملات اینجوری که برای درم است، تازه در ایجادش داره میگی بافت میره این بافت پوشش. دوز یه نکته قشنگتر بگم، حتی بچه اگه این ماده چربی هم بگه، ماده چربی رو اصلا این بافت پیوندی رشته ای نمیسازه، مثلا کلا از اساس این جمله مثل فوش میمونه. جواب گزینه 1. تست 5 کدام گزینه درست است؟ آقا دور این خط میکشید درسته رو میکنم با هم پیدا کنیم تیپس گزینه رو. بریم بررسی کنیم. 1. عرقی که از ترشحات مشترک پوست و مخاط. تابلو غلطه دیگه، اصلا مخاط شما عرق میکنه، خود مخاط عرق کرد. تابلو غلطه دیگه، اصلا مخاط که ترش عرق نداره هیچ. 2. در سطح پوست فقط این دوره ببین جاست، در سطح پوست فقط یاختای بدن ما به میکروب مقابله. کی گفته این حرفو؟ در سطح پوست بیا میکروبای مفید بد نشون میدم جزو یاختای بدن داره مقابله میکنه، دمش هم گرم. غلط. هر میکروبی که هر قید کلی هر میکروبی که وارد بدن میشه قطعاً با خط اول دفاعی مواجه. کی گفته این حرفو؟ بیا ببینید چی میگه خط اول دفاعی، یعنی پوست و لایه مخاطی بهتون گفت. میگه هر کی وارد بدن شده مطمئن از این رد. کی گفته؟ زخم شده مثلا، خدا نکرده دستت زخم شده، تپی میره تو از پوست. ببین با اونم مقاله که تپی میره تو. هر داره میگه غلطه. جواب گزینه 4. دفاع غیر اختصاصی برخلاف دفاع اختصاصی بدون توجه به نوع میکروب عمل میکنه. جمله کاملا درسته. ببین حالا مثلا ببین یه جمله که از نوع تیپ تست مقایسه دیگه میخوای تحلیلش کنی، جمله که درسته میخوای تحلیلش کنی، بیا اول گفتم به مقایسش کاری نداشته باش.
دفاع غیر اختصاصی بدون توجه به نوع، آره دیگه غیر اختصاصی دیگه بدون توجه به نوع. یه تقریبا البته بچه برای خودتونم گفتم، شما برای کنکور کاملا حکم بدین جوریه میگه دفاع غیر اختصاصی بدون توجه، من برای خودتون گفتم گوشه جیب داشته باش، ما یه تقریبا میگیم برای درست بحث علمیش، حالا کاری ندارم، ولی حکم تو برای کنکورت همینه. خب برخلاف دفاع اختصاصی، آره باید بگه برخلاف، چون این داستان برای این نمیکنه، چون این احتمال اختصاصا عمل میکنه. بریم تست بعدی، تست 6. در چربی سطح پوست جای خالی عرق ترشح شده است. چربی و عرق رو میخواد با هم مقایسه کنه، تیپ تست مقایسه است. اولیمون چربیه، بیا با هم عین همون روش مقایسه خودمون دیگه. در چربی بچه‌ها مواد نمکی وجود دارد؟ نه، تو چربی نیست که، تو عرقه هست، آره تو اشکه هست، ولی تو این که نیست. غلط. در چربی موادی که مستقیما میکروب از بین میبرد وجود ندارد. به به، جمله با کاملا درسته. اینو بود که اینقدر تو این کلیپ من هی تاکید میکردم یادتون بره. ببینید بچه‌ها، چربی سطح پوست اسیدی میکنه، این محیط که اسیدی بشه برای میکروب محیط مساعدی نیست برای زندگی، ولی این نیست که بره بکششون. ببین چربی محیط رو نامساعد میکنه برای زندگیشون، ولی اینکه بره مستقیما چربی بکشه نیست. برای همین درست داره میگه موادی که مستقیما میکروب از بین میاره وجود نداره در چربی. درسته، مقایسهش چک کن. برخلاف عرق راست میگه، چون برای عرق وجود داره. چرا؟ چون عرق آنزیم لیزوزین داره که مستقیما میره دیواره باکتری میذاره، تخریب میکنه و اونا رو میکشه. برای آنزیم لیزوزین بزنین کلک کارگاه دیگه داریم با هم صحبت میکنیم، کلک تستیار با هم یه مرور بکنیم. خوبه گوشه جیبت داشته باشه روز کنکور یادت بمونه. ببین آنزیم لیزوزین کی، اول یه توضیح بدم، آنزیم لیزوزین یا آنزیم پروتئینی، لیزوزیما ما یه اندامکم داریم، لیزوزوم با هم اشتباه نگیری، آنزیم لیزوزین یا آنزیم پروتئینیه، خب میذارن دیواره باکتری رو تخریب میکنن، چه منجر به مرگشون میشه. حالا اینو میخوام بگم کجاها، آقا تو بحث دفاعی کجاهای آنزیم لیزوزیما رو داریم؟ گفتم یه کلک بد یادت تو ذهنت بشه. ببین تیم عبا میندازن مثلا نماز و عبادت و فلان، حس معنوی حس خوبه یا طرف بند خدا میده عبا، و دیگه گفتم دیگه این عبا رو که میندازی مثلا میری حس معنوی و فلان اینا دیگه ضد میکروب میشی، آشغال و گناه و فلان اینا دیگه میری سمت خدا اینا دیگه، این یادت میمونه، این تو ذهنت میمونه. پس یادت باشه عبام ضد میکروبت میکنه، یعنی میکروب میزنه داغون میکنه، دیواره باکتریو میزنه داغون. عبام آقا عباید اینه، عبام برای خودت بازش کن، عینش میشه عرق، بش میشه بزاق، الفش میشه اشک، مش میشه مایع مخاطی. پس یاد عبام، پس یاد اینا آنزیم لیزوزین دارن، عبام عینش میشه عرق، بش میشه بزاق، الفش میشه اشک، مش میشه مایع مخاطی. کلکش خوبه. چرب خب این جواب گزینه 2 هست، ولی گزینه دیگه چک کنیم. در چربی آنزیم لیزوزین داریم؟ نه، تو عبام چربی جزو اونها نیست، هیچی. در چربی گوری از میکروبای مفید زنده میمانن. این نکته بگم یادت بمونه. ببین هر چی سطح پوست، هر چی تو سطح پوستت میتونی ببینی، ما یه گروهی از این میکروبا داریم، میکروبای مفید هستن، یه گروهی از این میکروبان، میکروبای مفیده با سطح پوستت سازش پیدا کردن. اینجوری این از اینایی که میاد میخواد تحلیل بکنه، اینجوری بگو، بگو من تو سطح پوستم چربی میبینم، آره پس این میکروبای مفید با چربی سازش پیدا کرد. تو سطح پوستم عرق میبینم، آره پس این میکروبای مفیده با اینم سازش پیدا کرد. پس میخوای تحلیلش کنی، در چربی سطح پوست گروهی از میکروبا با زنده میمونن، اینو باش سازش پیدا کردن، آره برخلاف عرق. چرا میگی برخلاف؟ با اونم سازش پیدا کردن، بعد میگفتی همانن، غلطه، پس اینم به درد ما نمیخوره. ببینیم تست 7 کدام عبارت به درستی برمی شده، تیپ تست کوزینوب درستو پیدا کنه. مدفوع و ادرار از مکانیزم های کمک کننده به خط اول دفاعی دستگاه گوارش. به به، که جملاتی خیلی بچه‌ها رو به چالش میکشه اینه. بچه‌ها مدفوع قبول داریم، میچسبونیش به دستگاه گوارش، ادرار چرا میچسبونه به دستگاه گوارش؟ بحث روزه بود دیگه، دهم با هم صحبت میکردیم، یه دست ها رو با آب و صابون فلان روزه میخوندیم. ادرار برای بحث دستگاه ادراریه، بحث گوارشه، اینو مواظب باشین. چرا اینو چسبوندی به این؟ غلطه، به درد من نمیخوره. 2 حرکات کرمیشک به مکانیزم های دفاع. ببین ترکیب با دهم خیلی دوست دارم اینجوری ترکیب میشه، قشنگ میشه تست. 2 حرکات کرمیشک به مکانیزم های دفاعی در دستگاه گوارش و ادراری. بیا آقا دمشکم دیگه، قشنگ گفت دیگه، دستگاه گوارش ادراری جفت، این وقتی اینجوری میگه یعنی جفتش، یعنی هم دستگاه گوارش هم دستگاه ادراری. حرکات کرمیشک به مکانیزم های دفاعی در دستگاه گوارش و ادراری کمک میکنه. الان دانش آموز میبینی چیکار میکنه، حرکات کرمیشک یهو میره میگه دهم، آها روزه میخوندیم، حرکات کرمی فلان، آره تو گوارش داشتیم ولی تو ادراریه نبود. آقا غلطه. چی غلطه؟ اینجوری دهمو بس، اینجوری قلادی دهمتو ببندی، تو حرکات کرمیشک تو دستگاه ادراری نمیدیدی اون میزنای بیساب، اون دست اون حرکات کرمیشک نداشت، اونم بس ادراری بود. چرا اتفاقی؟ جمله کاملا درست، جواب گزینه 2.
سه و چهار رو چک بکنیم. درون مجرای گوش، موهای پوست و درون بینی موهای مخاط. یه نکته بگم یادت بمونه، تو این روزهای بحث این گفته رو ترام خواهد تست ازش در بیارم، خیلی حال میده. این اصلا بچه این واژه رو دیدی جمله رو بیخیال، خط بکش غلط. مخاط مو نداره، بنویس مخاط مو نداره هیچ. چهار، هر قده، هر قید کلی، هر قده برونزی که نمک و لیزوزیم ترشح میکنه از پوست دفاع میکنه. غلطه. اشک هم نمک داره هم لیزوزیم، ولی از پوست نه، چشم محافظه هیچ. غلط. بریم تست 8. تست 8، چند مورد ویژگی مشترک قده های تولید کننده اشک و بزاقن. ببین اینا مشترک، ویژگی مشترک به جفتشون میخوره، صدق میکنه با هم پیدا کنیم. تیپ تست مورد شماره بزنیم و بریم. گزینه ها، الف، با تولید لیزوزیم به نخستین خط. بچه لیزوزیم در اشک و بزاق داریم، عبام، این عرق، اینا ها میبینیم، بزاق، اشک، مهم. آره آقا جفتشون لیزوزیم دارن، پس درستا رو میخواستی به درد من میخوره، میشه یک. دو، اشک و بزاق یادتون باشه فاعل ما. دو، مرکز عصبی تنظیم کننده در پل مغزی، بله بحث دستگاه مغز و اعصاب که جونم به اون بچه بحث قشنگ و زیبایی بود، بله میدونیم بحث اشک و بزاق، بله تنظیم کننده است، کامل این جمله هم درست میشه. دو تا جیم، یاخته ترشح کننده حالا متصل به غشای پایه است. میدونی این جمله چه کدی داره میده؟ یاخته ترشح متصل به غشای پایه است، میدونی یعنی چی؟ این یاخته ترشح بافت پوششی ان، این خودمونی داره بهت میگه دیگه، چون میدونه دیگه این غشا اصلا روزه اینجوری میخونه تابلو. این کیه؟ قده های این چیکار میکنن؟ اشک و بزاق قده چیه؟ برون ریزن. بابا همین الان داشتم گفتم در مورد بافت پوششی قده دهم داشت، بله بافت پوششی هم. این هم درسته. این شد سه تا دالم. ببینیم چی میگه. تحت تاثیر ناقل های عصبی پاراسمپاتیک و تحت تاثیر ناقل های عصبی پاراسمپاتیک قرار دارن. این هم درسته، چهار تاش درست. آقا این چه جوری درسته؟ یادتون بچه داشتم براتون خودمختار و پیکری رو میگفتم، گفتم پیکریه به ماهیچه های اسکلتی فقط به اون میره عصب دهی میکنه، که حالا تو بحث پیکری ارادی عمل کنه و غیر ارادی این روزه داشت، ولی کلا بهتون گفتم ماهیچه اسکلتیه فقط این بزرگواری به خود ماهیچه ها، این روزه رو یادتون باشه، به خود ماهیچه به این عصب دهی میکنه. ولی برای خود مختاری چی بهتون گفتم؟ گفتم ماهیچه صاف قلبی قدد، یادتون اون موقع هم روزه میخوندم گفتم آقا قدد هم یادت باشه، اون اعصاب خود مختار، که خود مختارم حالا سمپاتیکو پاراسم بودی، این هم بر قدرت دیگه، قده هایی که تولید کننده اشک و بزن قدرت برون ریزن دیگه، کامل این هم درست، چارتاش درست. جواب میشه گزینه چهار. بریم پای تست 9. لایه از پوست جانوران که در طول بیا باق لباس، یعنی اینقدر حال میدی کیو میگه درم، تموم شد، به کمک جای خالی در جای خالی نقش داره. بچه درم به کمک لیزوزین در سطح خود، درم تو سطح خودش لیزوزین بره، نه آقا غلطه، به درد من نمیخوره، من درست میخوام برو کنم هیچ. به کمک رشته های پروتئینی خودش، رشته پروتئین تو خودش داره درم، آره دیگه اصلا گفتیم بافت پیوندی که اونجا قالبه، بافت پیوندی رشته ایه، رشته پروتئینی، آره دیگه کلاژن لاستیک هم روزا میخوندیم. خب به کمک اینا در پیوند لایه اپیدرم به بافت چربی نقش داره، کاملا درست. اصلا گفتم بافت پیوندیه رشته ای، اسمش چیه؟ بافت پیوندی، این وسط منده خود، این اپیدرم بالا، اینم چربی، داره پیوند میده دیگه، کاملا این جمله درسته. جواب میشه گزینه دو، ولی گزینه سه و چهار هم یه چک مجلسی با هم بکنیم. به کمک قشای پایه زیر خود، درم بچه ها زیر خودش قشای پایه داره، آدرسه رو میبینی چقدر تو تست مهمه، غلطه. به کمک همه گیرنده های حسی سازش ناپذیر، همه گیرنده های اصلا این کیه گیرنده حسی سازش ناپذیر؟ سازش ناپذیر آقا درد کد داره ترکیب میکنه با اون درد داره میگه. همین الان بهت گفتم همه گیرنده های درد میگه اصلا تو درمن، گفتم بیشترشون اغلبشون تو کجا؟ تو اپیدرمن، یه برخی یه بعضی تو درم. چرا میگه همه؟ غلط. بریم تست آخرمون، تست 10، که توی آزمون جامعه بود قلمچی چند ماه پیش تو آزمون جامعش اینو گفت از این بحث، گفت آقا چند مورد در ارتباط با همه یاخت‌های مؤثر در نخستین خط دفاعی بدن انسان درسته. وقتی میگه همه، وقتی میگه مؤثر، ببین خیلی مهمه، یعنی هر یاخته‌ای که به نوعی تأثیر داره تو خط اوله اینا رو باید لحاظ کنه. حالا چند مورد از اینا میخوایم ببینیم درسته، درستا رو بشمونیم، تست بزنیم و دعاتون دیگه کنم. الف، داره فضا به نیاختایی بسیار اندک، این کد کیه دیگه؟ داد بزن بگو از بس تکراری دیدیمش. ببینید بچه‌ها، میبینید اینم بگم، میبینید
چقدر واژه‌ای که این کلا طراح کنکور آزمایشی، طراح حتی سنجش، طراح خود کنکور، میگه چقدر واژه‌ای تکراری استفاده می‌کنه. همینا ها برای شما هم همینا. ببین بهت میگم، ببین خود بیرون روز می‌بینی همین واژه‌ها، چون قرار نیست اتفاق خاصی بیفته که روز کنکور مثلا یه واژه، نه بابا همینا، همینا میاد دقیقاً همین حالتا میاد جمله رو عوض می‌کنه یه جای دیگه، همینه. خب فضا بنیاخته به سرنده کیو میگه بافت پوشش. خب در مورد همه یا بچا همه یاختایی که تو نخستین خط دفاعی نقش دارن بافت جزء بافت پوششی ان، این جزء یاختای بافت پوششی هن. نه آقا کی گفته اینو؟ تو خط اول همین رو داشتیم صحبت کردیم، اپیدم خود درمن به خاطر گفتیم صد غیر قابل، خود اینم نقش داشت دیگه، بافت پیوندی هم پس نقش داشت دیگه. قشنگ‌تر بهت بگم، یه سوال تو خط اول یادتونه بچا تو کلیپم خط اول با هم صحبت میکنم، گفتیم کجا تو دست لوله گوارش کیا هستن فلان هست، یادتونه با هم صحبت میکنم. سوال ازت دارم، تو متن کتابتون هم هست، آیا سرفه و عدسه، سرفه و عدسه تو خط اول نقش دارن؟ بله اصلا نام میبره ازشون سرفه و عدسه. سرفه قشنگ میخوام ترکیب کنم و جونم به این ترکیب. سرفه و عدسه رو بیا عقب‌تر، بحث تنظیم کنندش کی بود؟ بسلا نخوا داره میگه همه یاختایی که موثرن. قبول داری یاختای بصل و نخا هم موثرن؟ آره آقا، خب سرفه عطر رو دارن تزمین و سرفه عطر نخ موثرن دیگه. پس بیا می‌بینی، اونم برات آوردم که ببینی. پس نه کی میگه همشون بافت نه معصبی هست؟ غلط. نمیتونه پیام عصبی تولید و هدایت. چرا اینها همین الان، اینا همین الان که بهت گفتم اینا یاختای بصل و نخا میتونه یاختای عصبی. چیو میگی؟ غلط. توانایی تولید و ذخیره مولکول پر انرژی رو دارن. یه سوال خودمونی میخوام ازت بپرسم، همه یاختایی که موثرن تو نخستین خط دفاعی آیا همشون زنده ان؟ اگه بگی همشون زنده ان، پس این جمله درست. نه آقا همشون زنده نیستن. سطحی ترینه برای اپیدم که اون لایه شاخی بود که چی بود؟ مرده بود. هیچ، این هم غلطه. آخری ها چک کنیم، همشون اینا بچه در اندامی قرار دارن که میتونن آنزیم لیزوزیم. بیا همین الان این، این چه بود؟ یاختای بصل و نخاع. یاختای بصل و نخاع، خود بصل و نخاع کجاست؟ تو مغز. من یه سوال دارم، اندامه میشه مغز دیگه؟ مغز لیزوزیم ترش تولید میکنه، ترشون میکنه. نه آقا، پس دیدی اینم غلط. جواب میشه گزینه 4 که 0. خیلی مخلص، در فرمان خدا باشی. یادت